سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانان در همه جای دنیا. امروز این برنامه دوباره مربوط به یک پیشبینی بنده میشه که پیشبینی کرده بودم چه اتفاقاتی در مورد این جنگ خواهد افتاد، جنگ اوکراین، وضعیت ایران و روسیه، و هشدار داده بودم به پرزیدنت پوتین که اگر جنگ رو یه جوری تموم نکنه، البته راهش رو هم نشون داده بودم، اوضاع وخیمتر میشه. الان کار به جایی رسیده که حمله هایی شده به قسمت های نفتی در روسیه چندین بار، به بعضی کشتی ها چندین بار، و اینا رو من همه رو هشدار داده بودم جلوتر، کسی گوش نکرده، که اوضاع وخیمتر میشه. بازم تکرار میکنم، معنیش این نیست که روسیه میبازه، معنیش این هست که تعداد کشته ها و صدمات مالی جانی همه اینها بالا خواهد رفت و با خیلی ناراحتی این جنگ به پیروزی خواهد رسید. من میخوام از این کشته ها و ضررهایی که میرسه جلوگیر کنم. منظورم روسیه نیست. روسیه اگر ببازه، البته این اتفاقات داره تو روسیه میفته الان، ولی اگر روسیه ببازه، چون ایران در این پیمان شانگهای، در این پیمان بریکس هست و مستقیما هم به روسیه داره کار کمک میکنه، ضررهاش برای ایران هم برخواهد گشت. ملت ایران ضرر خواهد خورد، کشور ایران ضرر خواهد خورد. هدف من همیشه ایران بوده و هست، کشورها دیگه زیاد برام مهم نیستن راستشو میخواید، چون ما هم برای اونا مهم نیستن. توی این 2300 سال گذشته نشون دادن فقط سوء استفاده کردن و زدن و کشتن، و همین آخریش جنگ عراق در نظر بگیرید، 1 میلیون نفر رو جمعا کشتن و زخمی کردن و آثار و اثرش هنوز هست. مواد شیمیایی که دادن عراق استفاده کرد، بدبخت جوانامو تو اونجا شیمیایی زدن کشتن. پس به این خاطر اونا هم برای من مهم نیستن. پس اشتباه متوجه نشید، من جا به خاطر روسیه صحبت نمی کنم. به خاطر روسیه به یک جهت صحبت می کنم، چون ما وابسته شدیم توی این پیمان شانگهای، نه به روسیه، نمیگم به روسیه وابسته شدیم، توی این پیمان هستیم. خب پس منظور من رو اشتباه نفهمید. خب من هشدار به آقای پوتین چندین بار دادم که هر جوری شده این غرب اوکراین رو شده بزنی داغونم بکنی، یه جوری کسی، این غربیان نتونن برای اونجا امیدی داشته باشن که بیان، این کار رو بکن، اگر نکنی اینها هر روز نزدیکتر خواهند شد. اگر آقای پوتین این رو هنوز نفهمیده، درک نمیکنه که ناتو و غرب غیر از این زبون دیگه حالیش نمیشه، فقط زبون زور رو متوجه میشه، تو این جنگ صدمات بیشتری خواهد خورد. صدمات به اونا مثل صدمات به ما، دلیلشو 2 دقیقه 1 دقیقه جلوتر گفتم. خب جاهایی که نفت استخراج میشه رو زدن، کشتی ها رو زدن، به یه جایی که برق تولید میکرده حمله کردن. خب هرچی این طولانی تر بشه و شما اگر نشون ندی که حاضر هستی چه کاری بکنی در قبال اینها، این بدتر خواهد شد. همین جریان دقیقا توی اسرائیل داره اتفاق میفته. اسرائیل داره هر روز سوریه همپیمان، خب ایران که فقط نیست، سوریه همپیمان روسیه هم هست، در ضمن اسرائیل حمله میکنه، حمله هوایی میاد همپیمان روسیه که ایران باشه رو تو اونجا میزنه، مقرهاشو میزنه، چیزایی رو که انتقال داده به اونجا رو میزنه، بدون ترس میاد بمباشو میریزه و میره. دقیقا همون کار الان یواش یواش داره توی روسیه انجام میشه. من ویدیو قبلی نوشتم چرا پس به سوریه، آخه شما S-400 حتی بهتر S-450 نمیبری اونجا بذاری که سوریه بتونه از اون استفاده کنه، ایران و نیابتیاش بتونن از اون استفاده کنن. ناتو و البته بذارید از اینجا شروع کنم، ناتو الان 300 هزار تا سرباز نظامی آماده کرده دم مرز لهستان که میخوان داخل بشن قسمت به اصطلاح غرب چیز رو بگیرن، غرب اوکراین رو بگیرن. حتی خودشون رو آماده کردن تا این حد که پرزیدنت پوتین میره کیف و میگیره و اینا خودشون رو آماده کردن که چی اسمش، پایتخت رو انتقال بدن به یک شهر دیگه. تا این حد خودشون رو آماده کردن به شهری به نام لیویو یا همچین چیزی.
یعنی پس آماده جنگ شدن، میخوان جنگ بکنن، حتی اگر شده پایتخت رو از اوکراین برن. در این مورد صحبت شده، توی اینترنت هست، میتونید برید ببینید. از شهر کیف رو پایتخت از اونجا بردارن بیارن لوویو توی اون قسمت غرب، که هدفشون اینه که غرب رو بگیرن. خب اینا رو که من میدونم که سیاست مدار نیستم، تو همه جا هم گفتم. شماها یعنی نمیدونید، آقای پوتین رو میگم، اون اتاق فکرتون نمیدونه. به همین حرفا رو به آمریکایی‌ها زدم، اتاق فکر شما یا اتاق فکر آقای پوتین اصلا به درد نمیخوره. اگر به درد میخوره، پس تا این حد من باید این رو بفهمم. البته در مورد آمریکا برای چیزهای دیگه توضیح داده بودم، با اون راهایی که میره اشتباه میره و روز به روز تنزل خواهد کرد، راجبه اونم مصاحبه کردم، تنزلم کرده. و یک چیز دیگه که هست، اروپا این وسط فدا خواهد شد، چون هدف آمریکا فقط یک چیزه. اینا فکر زمان جنگ جهانی دومو دارن میکنن که بزنن روسیه و اروپایی ها بزنن، خودشونو داغون کنن، ضعیف که شدن بیان جاهایی رو که میخوان بگیرن دوباره بکنن نوچه خودشون، که اروپا رو میگن. هدف آمریکا اینه و تمام اون مال و منال اروپایی‌ها رو دوباره در زمان جنگ همه فرار خواهند کرد. شرکت‌های بزرگ همین الانش در حال فرارن. همه اینا رو وردارن ببرن آمریکا، دوباره برای 100 سال آینده خیالشون راحت باشه. این هدفشون. حالا چی خواهد شد؟ اون یه مسئله دیگه است. ولی ما باید اول اهدافو بدونیم و پیش‌بینی‌ها رو جدی بگیریم تا بتونیم به نتیجه برسیم. خب پس پیشبینی بنده که اوضاع وخیم‌تر خواهد شد، این رو من پیشبینی کرده بودم، با آقای پوتین گفته بودم اگر جنگ رو یه جوری به اینا نشون ندی که حاضری حتی یه قدم جلوتر بذاری، به جای عکس العمل عمل بکنی. ویدیو داشتم تحت این عنوان، شما همش عکس العمل کارتون. ایران بیشتر عمل داره میکنه تا روسیه. کار اوکراین هم عکس العمل بود، وایستادن 7-8 سال تا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اومدن تو اوکراین، جاپاشون رو صفر کردن، بعد اومد عکس العمل نشون داد. از همون اول باید عکس العمل نشون میدادی. حالا بگیم زورشو نداشتی، الان داری. خیلی خوب، حالا که زورشو داری، نذار غرب اوکراین اونطور بشه. شما باید هر طور شده غرب اوکراین رو، این مزهشو از دهن اینا بندازی. علاقه به اومدن به اونجا نداشته باشن، جنگ ادامه ندن. دیروز یکی از نظامی ها، ژنرال‌های فرانسوی، برگشت گفت ما آماده کردیم، ارتشای به خصوصی داریم، میفرستیم اونجا، بیان برن دم رودخونه، اسم رودخونه الان دقیق یادم نمیاد، ماریوپول درست یادم نمیاد، برن رودخونه که دقیقاً الان خودتون متوجه میشید شرق و غرب اوکراین از هم جدا میکنه، میخوان 2,000 تا 3,000 تا سرباز بفرستن اونجا که نیروی نظامی، که اینها نذارن که روسا از اونجا اسلحه به این سمت بیارن یا از این سمت به اون سمت ببرن، نذارن که بیان جلو. آخه این آقای مکرون، من نمیدونم دیگه، آخه احمقیت هم حد و حساب داره. با 3,000 تا که هیچ، با 30,000 تا سربازش هم اونجا نمیتونی کاری بکنی. دوتا از اون بمبای 1.5 تنی رو میندازن سرتون، همونجا همتون میمیرید. اصلا اینا قاطی کردن. اومده میگه آقای مکرون، ما نیروی اتمی هستیم، همه کار میتونیم بکنیم. نه، همه کار نمیتونی بکنی. اگر میتونستی همون نیجر رو نگه داشته بودی که ایران از دست در آورد. الانم خود آمریکایی‌ها، مجله آمریکایی نوشته بود، تو ویدیو دیروزی قشنگ توضیح دادم که اورانیوم نیجر اینطور که معلومه تعلق گرفته به ایران، میارنش ایران یا ایران داره کنترل میکنه. خود آمریکایی‌ها اینو گفتن. خب وقتی از اونجا ایران نیابتیاش با روسا زدن، از آفریقا بعد از 100-150 سال 200 سال انداختنت بیرون، توی بیخ گوشه روسیه میخوای چیکار بکنی؟ روسیه هیچ وقت نباخته، الان هم که همپیماناش قوی هن، هیچ وقت نخواهند باخت. همون تنگه ها رو ایران ببنده، دوتا سه تا تنگه رو، خلیج فارس رو ببنده، بیچاره میشید همتون. همین الانش توی انرژی موندید. ببینید اینا احمقیت رو به کجا رسوندن. من که میگم سیاست مدار نیستم، این رو درک کردم. اینا نمیفهمن. موقعی که آدم ورم داره دلغکایی مثل زلنسکی رو میاره سر کار، کسایی رو میاره که اصلا کارشون سیاست نیست، خب از این بهترم نمیشه انتظار داشت. همین الانش تو آلمان هم، من تو تمام ویدیو دارم الان تو یه سال گذشته میگم، گروه های سبز اصلا از سیاست هیچ کدومشون اطلاع ندارن، اصلا تو کار سیاست نبودن، از خانم خانه‌دار برداشتن تا آدمی که تو تئاتر کار میکنه رو آوردن کردن سیاست مدار. خب مسلمه وضع آلمان بدتر از این میشه. هر روز داره چند تا مغازه بزرگ تو آلمان میبنده، شرکت ها دارن میبندن، قیمت های بالا هم داره بیداد میکنه. خب
پس پیشنهاد حالا چیه؟ پیشنهاد دو تا هست. اگر میخوای موی دماغ ناتو بشی و بایدم بشی، اینه که غرب اوکراین رو، گفتم مزهشو از دهن اینا باید طوری بکنی که تلخ بشه تو دهن اینا، اونجا اصلا غیر قابل سکونت هم شد باید بشه. مردم، من جنگ طلب نیستم، این غربی ها جنگ طلبن، غیر از حرف زورم هیچی حالیشون نیست. من میخوام با یه کار کوچیکتر، یه جنگ کوچیکتر، از جنگ جهانی جلوگیری بکنم. اگر این همینطوری پیش بره، یه اشتباه کوچیک بشه تو محاسبات که خواهد هم شد، چون به روسیه فشار خواهد اومد، شاید مجبور بشه از بمب اتمی حتی استفاده کنه. فرانسه از بمب اتمی صحبت میکنه، میگه ما قدرت اتمی هستیم، ما هم میتونیم بریم اونجا این کار رو کنیم. نه نمیتونی، مگر اینکه از بمب اتمی بخوای استفاده کنی که قبل از اینکه مالتو به روسیه برسه، مالینا ده ها بار به فرانسه و انگلیس و آلمانش رسیده. موشکایی دارن که سرعتش هیچ کدوم این کشورهای اروپایی نداره، هنوز بلند نشده میخوره، میشینه توی پاریس، توی لندن، توی برلین. خب وقتی از این دارن صحبت میکنن، هر آن پس این امکانو بذاره که میتونه جنگ اتمی هم بشه. برای جلوگیری از جنگ اتمی و تموم کردن این جنگ، راهی جز راهی که خود غربیا حالشون میشه، یعنی زور، راه دیگه نمونده. به خاطر همین غرب اوکراین رو هر طوری شده از مزه بندازی که اینها دیگه تلخ بشه واسه غربیا. راه‌های زیادی داره، یا از همه طرف حمله کنید با همین چیزای معمولی که دارید، از طرف بلاروس حمله کنید، از طرف به داخل غرب اوکراین چچنا رو بیارید، گروه واگنر رو بیارید، خودتون هم از این طرف حمله کنید. خب در اینجا سربازها و نظامی‌های که فرستاده میشن اونجا کشته خواهند شد، یا اینکه یه چیزی اونجا استفاده کنید که از بین بره، دیگه نتونن این غربیا بیان. 300 هزار تا سرباز یعنی به سمت جنگ اتمی رفتن، به جنگ جهانی سوم رفتن. 300 هزار تا سرباز آماده کردن الان فعلا دم مرز، هر آنم میخوان داخل بشن. وقتی میگن که از کیف میتونیم ببریم پایتخت رو به لویو میگن، نمیدونم چیه، به اونجا انتقال بدیم، پس یعنی خودشون آماده کردن اونجا رو بگن. خب جنگ میشه چون میان بغل گوش روسیه. این رو دیگه ملت درک میکنه دیگه، چرا من میگم غرب باید اونطور بشه، غرب اوکراین. یه راه دیگه هم هست، به این هیچ کسی فکر نکرده، 20 تا 30 تا نمیدونم چند تا لازم هست از این S-400 رو وردارید ببرید بذارید توی سوریه، یه چند تا بیشترش رو بیارید بذارید توی ایران. از این به بعد هواپیمایی که پرواز میکنه مال ایناست، به خصوص مال اسرائیل که میاد به سوریه رو میزنه، دو تا 3 تاش بیفته پایین، حساب غرب این رو میفهمه، این زبون رو میفهمه، درک میکنه. نه دیگه اسرائیل حمله میکنه به اونجا چون فشار میاد بهشون، میدونن پس همین کار توی چیزام انجام خواهد شد توی اوکراین. غیر از این دو سه راه، راه دیگه این نیست. بازم میگم من جنگ طلب نیستم، برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم دارم این صحبت رو میکنم و ما به اون سمت داریم میریم. حالا یا آقای پوتین، این نمیدونم دهمین هشدار من از دو سال پیش، از اول جنگ اوکراین تا حالا نگاه کنید، من بارها هشدار دادم و همه هشدارام هم به واقعیت پیوسته. مثلا هشدار من که اینا دارن میان غرب اوکراین رو بگیرن، ناتو رو میگم، 300 هزار تن سرباز آوردن و دارن هم تهدید میکنن. خب به قدر کافی صحبت کردم، ویدیو بلند میشه، اطلاعات جدیدی بود باز دوباره ویدیو میذارم. خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.